من میگم آقا من دارم توی سیستم آموزشی کار میکنم که نمیتونم تغییرش بدم. یه بخشیشه نوشته که ابن سینا عقل‌گرا بوده یا تجربه‌گرا. چرا این مبحث چه به دردم میخوره؟ من میگم اصلا بحث من نمره نیست، من کاملا مخالفم با نمره. کل کریر درس خوندن هیچ جای قرار نیست تو زندگی آدم به دردش بخوره. کسی که انسانی بخونه قطعا منطق خوندن تو زندگیش کاربرد نداره. اصلا کلا این نظام از بیس اشتباهه. به گوش دورعمی خودمونیه که هر کی آزاده هر چی تو مغزشه بریزه بیرون. اصلا شعار ما هم همینه، هر چه میخواهد دل تنگت بگوش. مهمونای برنامه هم کاملا آزاد و بدون جدگیری خاصی انتخاب شدن تا بتونیم صدای همه سلیقه‌ها رو به خوبی بشنویم. این سبک برنامه قبلا تو سری میدل گراند کانال جوبیله تولید شده. ما هم سعی کردیم با همین دست فرمون بریم جلو، چون مغز کلام ما خیلی خوب میرسونه. سلام، من علیرضا ام، 17 سالمه، دانش آموز رشته ریاضی از سال 12م. سلام، من نیما هستم، 18 سالمه، 12م رشته انسانی. سلام، من فاطمه ام، 24 سالمه، متوسطه دوم عربی تدریس میکنم. سلام، من سعیدم، 43 سالمه، 19 ساله، زیست شناسی تدریس میکنم. سلام، مسومم، 17 سالمه، 11م انسانی. سلام، مهیارم، 26 سالمه، 5 ساله دارم تدریس میکنم، ریاضیات و فیزیک درس میدم، متوسطه اول و دوم. گزاره اول، درس خوندن برای نمره است و تو زندگی واقعی کاربردی نداره. موافقا بشینن. من والا حقیقتش قبول دارم بیس نظام آموزشی اشتباه هست. ما وقتی که داریم فقط کلن دانش آموز رو توی ارزشیابی پایان سال در نظر میگیریم و نمره رو اصلا ملاک یادگیری قرار میدیم، این کلن اشتباهه. حتی اصلا برای خود من که حتی این اتفاق افتاده، من عملا نمره رو ملاک برای یادگیری قرار نمیدم، اصلا چه برای خودم چه برای بقیه. اصلا کلن میگم این کار اشتباه. ما درس میخونیم که نمره بگیریم، نمره میگیریم که دیپلم بگیریم، دیپلم میگیریم که نمره بگیریم، نمره میگیریم که بریم یه جا کار کنیم. هرچی بیشتر میفهمم بیشتر میفهمم که نمیفهمم. آفرین. ما اومدیم مدرسه، همون اول تو سر ما گذاشتن که اینو بخون، اینو بخون، اینو بخون، اون جامعه شناسی رو بخون، اون فنون رو بخون. من نه قرار شعر شاعر بشم، نه قرار فیزیکدان بشم، نه قرار مثلا بیام اینجا به صورت مثلا فیلسوف بشم. فیلسوفایی که اون موقع بودن تو کتابا میان، فیلسوفایی که خیلی سال پیش بودن تو کتابا میان، الانم هم همونه. قرار نیست من یه روزی فیلسوف بشم که بیام تو کتاب و درس فلسفه مثلا بلفرض و درد من قرار نیست هیچ وقت تو زندگیم بخوره. من دارم میگم نمره میگیرم که برم اینجا آخرش کار کنم دیگه، که فقط اون به چشم اون معلم من یه دانش آموز درس خون دیده بشم، نمرهشو بگیرم برم پی زندگی. کل کریر درس خوندن هیچ جای قرار نیست تو زندگی آدم به دردش بخوره. همه، چون اصلا سوال و جواب هیچ، همش اشتباه. مخالفا بشینن. آقا من یه سوالی بپرسم. بفهمید. شما قرار شاعر نشی، فیلسوف نشی، روانشناس نشی، چی کار قرار بشی؟ خب الان من روانشناس رو نگفتم. روانشناسی بازم یه تک کتابیه که شما میخونی نمرشو پاس میشی میری. روانشناسی دو سال بعد توی خودم دو سال بعد توی دانشگاه اون موقع باز توی روانشناسی بخونی. من حالا من چند تا چیز تو نظرمه که بازم بین همشون مرددم و نمیدونم باید چیکار کنم. آره، درس خوندن برای نمره است. واقعا جلوی ستا معلم سخت گفتنش، ولی میگم که این کتابا چرت و پرت محضه. حتی توی ساده ترین جا هم قرار نیست به کمکم بیاد، قرار نیست کمکم کنه، قرار نیستش به مرحله بالاتری منو ببره. فقط دارم پاسش میکنم، اونم از سردردم پاسش میکنم تموم بشه بره. من میگم اصلا بحث من نمره نیست، من کاملا مخالفم با نمره.
من میگم دنبال علاقهش باشه. خب الان خب ما وقتی توی نظامی داریم آموزش میبینیم که علاقه اونم حتی با نمره دارن تعیین میکنن، این دقیقا سال خب چه جوری شما چه جوری یه چیزی که من چیزی بگم یه لحظه بعد ببینم، زمانی که انتخاب رشته نظام قدیم چه تو نظام 633 زمانی که برگه هدایت تحصیلی میدن بر اساس سابقه تحصیلی کار اشتباه، من خود من درست آقا من ریاضیم افتضاح بود، جدول زد دوغون تعطیل، اصلا از دید اونا من ورود من به رشته ریاضی اصلا یه کار اشتباهیه. خب الان من چیم دارم؟ خودم ریاضی درس میدم، دارم فیزیک درس میدم، رشته ریاضی خوندم. خب دیگه اصلا کلن این نظام از بیس اشتباهه، مثل یه کاری میمونه که آب در هاون کوبیدنه. اونی که از اول گفتیم که خب دیگه پس به نظر میکن اشتباهه. اگه سیستم علاقه منسازی باشه به هر حال. خب الان من یه سوال دارم از علیرضا که الان شما به عنوان مخالف نشستی، چه چیزی قراره تو درس و امتحان و حالا هر چیزی حتی ورزش نمره اصلا ببینید، چه چیزی قراره به درد تو بخوره که نمره شو اصلا نمیخوای؟ من میگم اشتباهی که ما داریم تو گزینش آدم هست. یعنی شاید شما ببینین که توی ایران یه سنتی هست، خب همه مثلا این همه دانشگاه داریم، خیلی آدم میرن مثلا حالا بعد از دیپلم هم دانشجو میشن و حالا میخونن بعد شغلای دیگه دارن یا حتی شغل پیدا نمیکنن، طرف میگه من لیسانسم بیکارم و اینا. خب این اشتباه گزینش ماست. یعنی تو مثلا میگی من دوست دارم یه شغل دیگه داشته باشم، دارم یه کتاب دیگه میخونم، چرا این کارو میکنی؟ خب تو خودتو انگار محدود کردی، خودتو مجبور میکنی که من باید مثلا قبلا هم گفتی که مثلا باید دیپلم داشته باشیم چون که انگشت نما نشیم و اینا. درسته. نه این اجباریه که تو بر خودت تعیین کردی. یعنی من به خاطر حرف جامعه تعیین کرده، من تعیین خب نکردم. میتونی انجام ندی. تو چه جوری میتونی انجام ندی؟ میتونی بری سراغ علاقت، سراغ علاقت بری اصلا مکانیکی. خب میگن آره. مثلا فلان اتفاق افتاد، مثلا یه شخصی بچه‌ش اذیتش مون، یه مثلا فلانی مثلا علیرضا میفرستن بری مکانیکی کار کنی. خب اینا حاشیه درس کن. این دیگه حاشیه که خب تو جامعه اومده، حاشیه که شده توی اصل مطلب ما قرار گرفته. خب کسی که مکانیکی دوست داره باید چیکار کنه؟ خب کسی که مکانیکی دوست داره طبق درسش بره مکانیکی. نیما نباید بری که بقیه نگن ببین اگه آره. این کارو کردی مثلا میتونه بعد از سال نهمش بره مکانیک بخونه، بره رشته مکانیک بخونه. خب این اذیت کردن خودشه. نه من فکر کنم اتفاقا دنبال علاقه رفتن اتفاقا سرفکندگی نداره که هیچ، باعث افتخارم هست. دقیقاً. یه بخشی از رشته ها از جمله رشته های فنی و رشته های کار و دانش با توجه به اینکه مهارتی ان توی زندگی واقعی کاربرد دارن، و بخش دوم رشته ها که حالا مهارتی و اینا نیستن، درسته که محتوای درسی که میگیرن ممکنه تو زندگی واقعی دانش آموز کاربرد نداشته باشه یا اصلا کاربرد کمی داشته باشه، ولی تاثیرات مثبت روحی و درونی که روی دانش آموز میذاره باقی میمونه. گفتی که از ایشون پرسیدی که چه کاربردی داره. ببین دو تا نگاهه، یه نگاه اینه که تو به محتوا نگاه کنی، اینکه محتوایی که من یاد میگیرم تو زندگیم کاربرد داره. اگر نیما رشتش فنی باشه بله کاربرد داره، درست. اگر کار و دانش هم باشه بله کاربرد داره، درست. ولی حالا که نیما انسانی اگه درس بخونه ول متل، نه اینطوری نیست. ببین وقتی که ما درس میخونیم شاید محتوا و نمره به هیچ کار من نیاد، خب، ولی تأثیرات مثبت از درس خوندن خواهیم گرفت. به چه صورت؟ یک، آدم کوشا بار میاد. دو، مسئولیت پذیر بار میاد. ببین من رشتم انسانی بوده، خب خیلی هم درس خوندم، بعد داشتم با خودم فکر میکردم اون موقعی که دانشجوی لیسانس بودم، گفتم که خب من اگه برگردم مثلا شاید اینقدر درس نخونم، فایدهش چی بود؟ ولی بعد که نگاه کردم دیدم فایدهش این بود که من تربیت شدم و رشد کردم و مسئولیت پذیر شدم و ذهنم فعال شد و حس خوب گرفتم. پس یعنی این یه آماده سازی برای اینکه شما یک کارهای دیگر رو انجام بدید؟ نه نه، ببین آماده سازی نیست. نه اصلا ارتقای شخصی خودشو داره. بحث ارتقای شخصیه، بحث اینه که تو اعتماد به نفس میگیری، در نگرشی که تو قرار نسبت به خودت داشته باشی در آینده تأثیر مثبت میذاره. اینکه من تونستم، اقلا تو این بره معادلی بودم که عملکرد مثبتی از خودم نشون دادم، پس من میتونم. درست. خب و اینکه باعث میشه که خودت تأثیر مثبتی راست به خودت رو قبول کنی. یعنی تأثیرش اصلا کاربردی رو بذاریم کنار، تأثیر مثبت شخصیتی و روحی و اخلاقی برای خود آدم داره. چه دردی میکنه؟ چرا مثال میزنم؟ چون که رشته های نظری ما خیلی از درسایی که توش خونده میشه کاربرد نداره، از این جهت کاربرد نداره، خب، ولی از جهت اخلاقی و روحیه‌ای و درونی قطعا تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت. چه رشته‌ای نداره؟ مثال میزنم، کسی که انسانی بخونه قطعا منطق خوندن تو زندگیش کاربرد نداره. خب پس چرا میخونه؟
چرا؟ چون مجبورن که بخونن. چون خب دیگه الان شما اومدی با هر موافق حرف ما شدی که مجبورن بخونن تا به طبق نظام آموزشی برن جلو، نمره رو بگیرن برن سر کارشون. من تو یه بخشی موافقم از جهت اینکه محتوای آموزشی ما تو زندگیه، چه بسا که تو زندگی کاربردی اصلا به کار نیاد، ولی بهتر می بود که آره، خیلی بهتر آره، می شود. ولی بحث اینه که اصلا مهم نیست کاربرد داره یا نه، تأثیر مثبت شخصیتی و روحیه‌ای در درون من خواهد گذاشت اگر من درس خون باشم. شما شرط معدل داشتین؟ بله. الان شرط معدله؟ بله. الان ما فقط باید به خاطر نمره درس بخونی. حالا منی که نمیخوام برم دانشگاه هیچی، میگم دیپلم میگیرم میام خونه دیگه. خب. اما یکی مثل نیما بخواد بخونه باید به خاطر نمره بخونه. خب آره بخونه، ولی من دارم میگم بره سر کار با دومون نمره باشه. قبوله. نه با دومون نمره باشه. قبوله. اینو یه به اضافه بذار، اگر بخونه و نمرهشو بگیره علاوه بر اینکه نمرهشو میگیره و با علاقه بخونه که نمره بهتری هم بگیره. اما خب درس ما مثلا هم منطق فلسفه چه به درد ما میخوره؟ ما میخونیمش، نمیگیم نمیخونه. شاید به دردتون بخوره. من الان شاید تو این دوره که مدرسه میرم فقط نمره به دردم بخوره، شاید بعدن که بخوام برم سر کار اصلا نمره به یادم نیاد، اصلا به کارم نیاد. تو فلسفه ما یه بخشیشه نوشته که ابن سینا عقل‌گرا بوده یا تجربه‌گرا. چرا؟ بعد چند تا فیلسوف اومدن نظر دادن. الان من این مبحث چه به دردم میخوره؟ اولا که من فکر می‌کنم که اصلا راهو داریم اشتباه میریم به نظرم. این شما الان داری تاریخ فلسفه رو میخونی، اسمشو گذاشتن کتاب فلسفه. یه چیزی هم بگم، واقعا فلسفیدن و فکر کردن رو بهت یاد نمیدن که شاید تو با خوندن آراء این آدما یا عقاید این آدما یا حرف این آدما به یکی از این روش‌های تفکر علاقه‌مند بشی که بری یه جایی. به قول نیما من که قرار نیست فیلسوف بشم، ولی در مورد خودت که فلسفه زندگی شخصی خودتو که میتونی انتخاب کنی، خب این میشه کاربردش. اینجا یه نکته گفتید، این میشه همون چیزی که خانم فاطمه میگفت، برگشتین گفتید بازش نمیکنن دیگه کامل. اینکه بچه‌ها دارن شما دارید تاریخش رو میخونید، مثلا اینه که مثلا من میگم آقا در زیست شناسی مثلا ما داریم که آقا داروین اینو گفته. اینا توجه کنید، این درسی که ما تو فلسفه میخونیم همون هم تو تاریخ داریم میخونیم، همون هم تو جامعه داریم میخونیم. خب غلطه، اونم آوردن. من میگم که شما باید یه چیزی رو که خودت دوست داری از کتابت برداشت کنی. اون موضوع اصلا خیلی جالبه. یه لحظه، خیلی کلی اومدن گفتن تو تاریخ هم رفتن در مورد مثلا دانشمندا گفتن. یعنی تا الان از بین این آدمایی که خوندی هیچ کدومشو اصلا مثلا برات جالب نبوده؟ نه اصلا. من به شدت مخالفم و مثالایی هم که زدم مثلا در مورد ابن سینا اون چیزی که گفته شد، به نظرم خوندن اینها علاوه بر اینکه حالا باعث یادگیری میشه، باعث ارتقای شخصی هم میشه و جمله‌م اینه که ما به هر حال هر چند کم که کاش بیشتر میشد چیزهایی برای یادگیری توی کتابامون داریم که به دردمون میخوره. بنابراین نمره یک ملاک خیلی خیلی ضعیفیه برای سنجش یادگیری. خب این خیلی جالبه، شما الان داری میای میگی که مثلا برای دوم نبوده، خب ولی سه تا معلم اینجا هستن که هر سه تاشون هم دارن میگن اشتباهه. به یه جا میرسیم که میگن این نظام آموزشی اشتباهه، این نظام آموزشی اشتباهه، آخرش هم دارن ازش طرفداری میکنن که شما درس تو بخون نمره بگیری. نه. درس خوندنه به کار، درس نخونم نمره بگیرم. ببین من اصلا جفتش هم نشد که خب جفت هر سه تاتون هم دارید مخالفت میشن، ولی دارید از پشتش نظام آموزشی کار میکنم که زورم نمیرسه تغییرش بدم. من موافق تصحیح نظام آموزشی. من میگم آقا من دارم توی سیستم آموزشی کار میکنم که نمیتونم تغییرش بدم. درسته. خب دارم میگم درک میکنم که درد داره این سیستم نظام آموزشی. تو شما به عنوان دانش آموز، من به عنوان معلم میفهمیم که ایراد دارد. درسته. خب درسته. بنابراین میگم حالا که الان ما در واقع زورمون نمیشه عوضش بکنیم، نمیتونیم عوضش بکنیم، تغییرات کوچولو کوچولو حداقل تو کلاس‌های خودمون انجام بدیم، دانش آموزا هم تغییرات کوچولو کوچولو تو خودشون انجام بدن بدون گارد. خیلی دانش آموزا نسبت به ما گارد دارن. خب بدون گارد نمیشه به معلمی اعتماد کرد. ببین الان اینم باز میشه قضاوت کردن. من میگم آقا نمیشه من فقط تغییر بدم، تغییر یه چیز کلیه، همه ما دانش آموز، معلم، مدیر، سیستم، نظام، وزیر، رئیس جمهور، همه باید با هم کمک کنیم اگه غلطه درستش کنیم. گزاره دوم، دانش آموزان کمکاری های خود در انجام تکالیف را با بهانه های مختلف توجیه می کنند. موافقا بشینن؟ موافقیم بوز؟ یکدام رفت؟
خب میگم من اصلا تو خود درس خودم داشتم موردی که تو دو فازه، یعنی حد فاصله دو ماه سه بار عمش فوت کرده. من برام خیلی عجیب بوده، چند تا عمه داشته مگه که هر دفعه داره فوت میکنه و تکلیفش رو نمیتونه انجام بده یا نخونده بیاد امتحان بده. اینا عملا بهانه‌جوی اصطلاحاً پیچوندن معلمه. این خیلی کار قشنگی نیست. من نه، من مردم و بزرگم مردم، واقعا بهونه آوردم، شرطشو نداشتم ننوشتم. معلم ها درک نمیکنن که مجبوریم دروغ بگیم. حالا اینکه مامان بزرگم مرد مال چند سال پیش بود، الان بهونه جدیدتر هست، مثلا فنون و فلسفه میگیم، فلسفه‌مون تخصصی بعد فنون میگه، میگیم نه خانم ما اون نمرمون مثلا کمتره، بعد اینو بیشتر میخوندیم. معلمه قانع میشه، زنگ بعد همینه برای زنگ بعدش میگیم، بعد میگیم دو تا امتحان داشتیم، بعد میگیم تو دیوار نوشتن نباید فلان کنیم، دو تا امتحان بیشتر تو یه روز نمیتونیم بگی، اینم کنسل میکنیم. دیگه مجبوریم برای زنگ آخرش بخونیم، مگر اینکه معلم نیاد دیگه جدی. عملا یه جوری کل هفته رو میبینیم میری جلو. اما اگه واقعا بهونه باشه، آره من خیلی بهونه آوردم، من کل روزم دارم بهونه میبرم برای معلما، یا مگر اینکه فرصت بدن مثلا یه نیم ساعت اول فرصت بدن بخونی، یا نه بهونه باید بشنوم. مخالفا بشینن. ما باید به این بحث برسیم که معلم یک درک درستی از دانش آموز داشته باشه. یک شخصی یه خواهر کوچیک داره، مجبوره که از خواهرش نگهداری کنه، به یک سری دلایل مادرش میره سر کار. اون مادرش هم هست آخه. به یک سری دلایل باید درک درستی از معلم داشته باشه. خب معلم‌ها اصلا به نظر من تکلیف بعد از مدرسه دادن اشتباهه، از حتی اگه یه تمرین ریاضی باشه. من سوال پرسیدم چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه هر چی میگی شما 5 ساعت تو روز حالا مثلا 3 تا یه ربع و نیم ساعت هم ساعت در روز مدرسه آره. حالا کاری به عددش نداره. اونجا دانش آموز هستش، معلم داره باهاش صحبت میکنه، درسشو میگه، همونجا هم تکلیفشو میتونه بگه آقا بنویسید، اصلا آقا تو خونه تمرین کنید. زمانی حرف درسته که ساعت آموزشیت کامل باشه، نه 8 ساعت آموزشیت کمه. تو اگر به من قول بدی که بعد از فضای مدرسه درس همون روز تو کامل تا ساعت 7 شب میخونی، آره تکلیف دادن کار اشتباهیه. اگر تو مثل بقیه کشورها تا ساعت 6 از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر مدرسه بودی قبوله. خب اگر مثل بقیه جاها از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر توی مدرسه بودی، درس تو مدرسه میخونی، تکلیف تو مدرسه انجام میدادی، خب امتحانات هم همونجا میگرفتی، خدافظ میرفتی خونه. ولی وقتی که تو فقط 8 ساعت از روزت رو مدرسه ای و الباقی رو عملا هیچ ارتباطی با محیط آموزشیت نداری، نداشتن تکلیف، اجبار نکردن برای مطالعه، کار کاملا بیهوده ای. الان من یه چیزی به تو بگم، من به تو بگم یه کاریو یک ماه بهت وقت میدم انجام بدی، کی میذاری انجام میدی؟ دو ساعت آخر. دقیقا همین. اگر من بهت بگم دو ساعت وقت داری انجام میدی، حداقل تو همون دو ساعت انجام میدی. آره. خب پس من مجبورت میکنم، یک اهرم فشاری برات میذارم به اسم تکلیف، که تو به عنوان اهرم فشار من بشینی یک مطلبی رو یا بازآموزی بکنی یا یادآوری بکنی. اگه اینجوری باشه هر معلمی سختگیرتر باشه تکالیفش رو بیشتر انجام میده، ولی لزوما اینجوری نیست. چرا نیست؟ برای اینکه تو ممکنه به خاطر همون سوالای قبلی که ما با هم صحبت می‌کردیم یا حرفایی که قبلا با هم زدیم از روی علاقه اتفاقا تکلیف رو بنویسی به معلمه. آره ولی سختگیر بودن نسبت مستقیم داره، یعنی معلم سختگیر نباشه. مثلا اگر یه معلمی بگه اگر تکلیفمو انجام ندی مثلا فلان و فلان، خب اون که میشه زور که نه، اون سیستم تشویق و تنبیه رو داره. آره نه تنبیهی شما نسم میگم، بله تشویقی درست. آره تنبیهه، کسایی که تکلیف انجام ندادن دوبار باید مثلا دوباره اینو انجام بدن. این اتفاقا باعث میشه که دانش آموزا بیشتر اون درس انجام بدن. من اگر بدونم که درسته سختگیریه درسته اینجا باز بهونه میاد نتونستم انجام بدم فلان کار برام پیش اومد درس دارم و اینا. مثلا یه نفر که آب از سرش گذشته دیگه چه فرقی براش داره؟ اون دیگه چیزی برام انجام نمیده. آره دیگه، من میگم آقا مثلا آره شما اونو آره داریم، منم برخورد من زیاد داشتم، خیلی برام پیش میاد. مثلا طرف میگه آقا من دیگه عقب موندم دیگه ولم کن، بی خیالش. آره بذار من تا آخر سال با همین فرمون برم. بهونه چیزیه که لازمه، بهونه نداشته باشی اصلا نصف عمرت برفناست. چرا؟ به خاطر اینکه یه بار نمی‌نویسی، دو بار نمی‌نویسی، ولی بهونه‌های خوب داشته باشی، معلمو بتونی راضی کنی، اون وقت تموم دیگه. الان آقا سعید، آقا مهیار و فاطمه خانم سه تا معلمن و هر کدوم معلم یه درسین که این درس رو دارن به صورت تخصصی خودشون آموزش میدن و وقتی که این درس رو دارن آموزش میدن هر کدوم یک متد
شخصی خودشونو دارن برای درس دادن که چجوری درس دادن. شما داری میگی یک اجباره که باید انجام بدن، شما داری میگی یک اهرم فشاره، شما هم که گفتین که حالا بهونه های قابل توجیهش رو قبول میکنید، ولی وقتی شما میگی اهرم قابل فشاره، اگه من ننویسم، اگه همون دانش آموزی که تو دو ماه سه بار ننوشته رو نمرهشو خیلی کم میکنی قطعا، حتی اگه اون اهرم فشاره شما خب یک اهرم فشاره که عمل نکرده. خب یه خورده دیدمونو بزرگتر کن، وقتی شما تکلیف رو انجام ندی طبیعتا یادگیری 100 درصد کامل بوده. کلاس یاد بگیره چی دیگه، نیاز به تکلیف نباشه. نه تکلیف مال کسیه که یاد نگرفته. نه مخالفم برای اینکه شما علاوه بر اینکه سر کلاس نیاز داری، نیازمند اینی که یه یادگیری هم داشته باشه از اون چیزی که دیدی. باز شد حرف منه، تکرار داریم. ما اومدیم یکی سر کلاس یاد گرفت، نیازی ساعت دانش آموزی که نیازی نیست به تمرین تکرار، همون سر کلاس یاد گرفت. این برای چی اجبار نمیشه؟ اجبار شما رو من قبول دارم، میگید اجبارا. ببین اجباری که نه، ببین مثل قدیم که به ما میگفتن تو دور ابتدایی از روی روانخوانی 10 بار بشین بنویس تو اید ما عزا میگرفتیم. آره اون اجبار منفیه، ما یه اجبار مثبت هم داریم. جا آخه افتاده تو دانش آموزا که حتی چه دو خب باید دید و عوض کرد دیگه. الان دقیقا اونجایی هستیم که من دوست دارم. من میگم اگر دوتا چیز بشه، دوتا سوال باشه، خیلی خوبه، خیلی معلم دوست داشتنی هستی. ولی اگه 100 تا سوال داده باشی معلم دوست داره، ولی بچه‌ها هیچ فرقی براشون نداره. خب دیگه اون اجباره مثل یه باری افتاده رو دوششون. خب من اینو نمیتونم قبول بکنم که زمانی که ما نمیتونیم قبول کنیم، ولی خودشون میتونن قبول کنن. آقا مگه من خودم دارم هنوز بله درس میخونم دیگه. خب من خودم دانشجو کارشناسی ارشدم. خب من خودم دارم فوق لیسانس رو میگیرم. وقتی که مگه نیست؟ خب میگم وقتی که استاد من به من اجبار نکنه بابت انجام دادن تکلیف، چون میدونه من دارم سر کار میرم، چون میدونه ما دانشجویم و سنمون زیاده، میدونه حال نداریم درس بخونیم، اگر اجبار به انجام تکلیف نکنیم طبیعتا پایان ترم نمیتونیم سوالش جواب نمیتونیم. خب آقا شما وقتی که برای اصطلاحا تکلیف رو به دید تکمیل کننده آموزشت نگاه بکنی، این به نظرم جنبه مثبتی داره. یعنی شما میگی این یه آماده سازیه که برای داخل دانشگاه وقتی که اون همه تکلیف به اجبار نه. من دارم میگم آماده سازیه برای اینکه شما بخوای امتحاناتت رو، سوالاتت رو بتونی بهتر جواب بدی، چون زمینه ذهنی باید داشته باشی. گاهی وقتا معلم ها به واسطه شاید بگم کمی شناخت نسبتاً کم به اون فلسفه تکلیف توی منزل برای دانش آموز، اون رو اونقدر زیاد میدن که دانش آموز از این موضوع زده بشه. و خب چون توی خونه دانش آموز از پدر مادرش یا خاطرات گذشته شنیده که او چقدر به ما مشقه توی خونه میدادن، از این موضوع تو ناخودآگاه ذهنش مونده که تکلیف کلا چیز بدیه. ولی من اینو یه چیز مثبت میدونم، اگر دانش آموز نخواد این کار رو انجام بده، تکلیفش رو انجام بده، عملا داره از کار شونه خالی میکنه و عدم مسئولیت پذیریشو میرسونه. من یه چیز بگم، اینو من قبول ندارم، میدونید؟ یعنی این توقع خیلی توقع ابریه که من از دانش آموزم داشته باشم که تو خودت درک کن، من اگه دارم پدرتو رو در میارم با سوال و تکلیف فقط برای اینکه تو یاد بگیری و تو هم چون قرار یاد بگیری پس با جون و دل انجام بده. منم دانشجوام، ارشدم دارم میخونم، واقعا با اینکه میدونم که قراره تو فرجه خیلی بهم فشار بیاد و اینا، تو وقت استاد مجبور نکنه آقا تکلیف نمیبرم، تحقیقم نمیبرم. خب فرجه هست، پس این که اجباره، درسته؟ من میگم اجباره، اجبار یعنی و باید حس منفی. بله. من اینو واقعا میگیرم از اجبار. علاقه نداشتن دانش آموز به درس از ضعف تدریس معلمه. موافقا بشینن. وقتی که یه معلم با بی‌حوصلگی میاد سر جلسه، یه چیزی رو توضیح میده، یه سری چیزا رو داخل کتاب میگه، بعد میره میشینه مثلا جلسه که تمام میشه بلافاصله هم تمام میکنه میره، این یه ضعفی داره معلمه که دانش آموز متنفر میشه که سر اون کلاس بشینه. همیشه یک سری اتفاقات هستن که داخل این معلم‌ها و حالا داخل مدرسه اتفاق میفته که دانش آموز زده میشه، حالا به هر دلیلی که دلیل اصلیش هم میتونه ضعف درس دادن باشه. به نظر من این علاقه دانش آموز برمیگرده به برخورد. برخورد مناسب خیلی وقت باعث ایجاد علاقه میشه، برخورد نامناسب باعث عدم علاقه یا به قول ایشون زدگی هم میشه. من خودم به این موضوع خیلی اعتقاد دارم، چون توی درس خود من هم این موضوع کاملا بوده، داشتم افرادی که
علاقه نداشتن، ولی خب نمیگم خیلی خوش برخوردم، ولی شاید با برخوردی متفاوت یه تغییرات محسوسی درونشون ایجاد شده. اگه معلم مثلا مشکلاتی که داره رو بذاره خونه، بیاد تو فضای مدرسه با دانش آموز باشه، گرم بگیره، برخورد خوبی داشته باشه، بنظرم 100 درصدش به اخلاق معلم برمیگرده. ما درس رو بهتر یاد میگیریم. وقتی اصلا معلم میاد تو قیافش رو میبینیم حالش بده، اصلا ما کتاب هم باز نمی کنیم دیگه، میگیم خب معلومه امروز چه روزیه دیگه، میخواد چی بگه. اصلا کلا باید دانش آموز بفهمه مثلا معلم چه نوع برخورد امروز قرار داشته باشه. من با این مخالفم، چون معلم هم بالاخره آدمه دیگه، یعنی میشه مثلا همه مشکلاتش، ما هممون هم مشکل خب داریم، یعنی هستیم تو کلاس مشکل نیستیم. وقتی که دانش آموز مشکلی داره، معلم میگه که به من مربوط نیست، از در کلاس میگم، باز این ساعت شخصیه شو اگه دوباره نگی. وقتی که دانش آموز میگه از خط کلاس داری میای داخل، حالا اگه معلم بیاد بگه بچه‌ها من خیلی واقعا امروز حالم بده، مشکل دارم، 100 درصد درکش میکنین. دانش آموز خیلی خوبه، دانش آموز اصلا همینه، درکش خیلی بالاست. همه دانش آموزا به نظر من بچه‌ها نه، اونا هم درکشون اداره پایینه، پایینه روک باشه بری کلا. ولی وقتی دانش آموزا چه درک درسیشون چه درک از احساسات آدم، مخصوصا بچه‌ها، خیلی استعدادشون زیاده. آقا این دست رو بگیر. ولی یه سری اتفاقات هستش، معلم ها خیلی مثلا رفتار خوبی ندارن. یک معلمی داشتیم ما، حالا تا حالا معلم من نبود، خیلی مثلا میدیدمش تو کلاس ها، وای میسادیم جلو در کلاسش، باور کنید که نگاش میکردیم. کجا داری درس میکنی خودت؟ من راهنمایی بودم، راهنمایی بودم، فردی سود، حالا اینجا نبود، راهنمایی بودم. اونجا یه معلمی بود که باور کنید ما وای میسادیم، مثلا آخر کلاسمون میشد میدویدیم میرفتیم در کلاسمون وای میسادیم که نگاه کنیم. انقدر این معلم شوخ طبع، خنده‌دار، خفن، و مثلا واقعا هم درس دادنش خوب بود. من فکر کنم بهترین خاطرات خود من در مورد معلمایی که همه این ویژگیایی که میگیو داشتن. درست. در این اینکه با بچه‌ها دوست بودن، شوخ طبعی هم داشتن، اثرگذاریشون هم داشتن، درسشون هم میدادن، احتمالاً بچه هم خوب درسشون رو میخوندن. دقیقا. احتمالاً معلم باید خیلی سعی بکنه که ارتباط درست و صحیحی داشته باشه با دانش آموزان، در عین اینکه باید روابط درسی با دانش آموزان داشته باشه، باید روابط انسانی هم با دانش آموزان برقرار بکنه. مخالفا بشینن. من خودم معلمی دارم که به خاطرت خودش فقط میرم سر کلاس. یعنی ممکنه من مثلا درسشو دوست نداشته باشم اصلا. این آدمیه که من شاید کلاسای مثلا تخصصیمو بعضی نرم سر کلاس، ولی به عشق این آدم من هر جلسه حاضرم سر کلاسش. یا مثلا به نظرم آدم از کسایی که بهشون علاقه‌منده یا مثلا تحت تاثیرشونه، درصد یادگیریش هم بیشتره. یعنی من اگر معلممو دوست داشته باشم، موافقی که تو مخالفی بگم، چرا مخالف بودم؟ گیج شدم. دارم میگم که اینا رو بهش آگاه هم، میدونم که اینطوریه، ولی مخالفتم به خاطر اینه که این موضوع 100 درصدی نیست. شما گفتی 100 درصد به خاطر رفتار معلم من از درس زده میشم. بله. خب معلمی که رفتارش خوب بوده رو شما مثلا به درسش علاقه‌مند شدی؟ بله، قطعاً علاقه‌مند شدم. مطالعات اجتماعی سال راهنمایی مثلا علاقه‌مندی به خاطر معلم. خب بعد این علاقه‌مندی تاثیرش چی بوده؟ چیکار کردی؟ تاثیرش ببین، شاید شما اصلا به درس علاقه نشو بشی. شاید اصلا استعدادت نباشه. نه میگم فقط دلت مثلا سر کلاس، آره دیگه، سر کلاس معلم میشینی، باهاش حال می‌کنی، میگی بذار بیام بشینم، حالا چهار تا نکته می‌نویسیم. اون چهار تا نکته رو که می‌نویسی باعث یادگیری تو درسته. میگم تأثیرش تو زده شدن چیه؟ تو میگی من فقط از این طرف خوشم اومد. میگم چی کار کردی؟ وقتی که یه معلم هم میاد سر کلاس، پاشو برو بیرون فلانی. فلانی من به تو منفی دادم. معلم میاد سر کلاس همینج نگات میکنه، یه دونه مثلا یه چی می‌نویسه. اصلا با نوشتنش هم تو زده میشی. آره. بعد اون موقع میفهمی که بابا ولش کن، من اصلا چرا میام میشینم سر کلاس؟ میری میشینیم تو حیاط، میری میشینیم با بچه‌ها فوتبال بازی میکنیم. آره اینطوری مستاق داره، ولی خب میگم اگه نشسته بازی میکنی، من نشسته من فوتبال نشدم نمازخونه بازی میکنم. من میگم درصدش کل، یعنی 100 درصد به خاطر رفتار معلم یه آدم زده نمیشه درس. خب به خاطر چی زده میشه؟ خیلی دلایل دیگه میتونه. خب یه دلیلش شما بگید. من بگم دلیلشو، به خاطر اینکه ببین دانش آموز یه سری عوامل روش تاثیر داره که درس رو بخونه و با درس بیاد جلو. یکیش معلمه. خب یکیش اینه که بدون درس مفیده. یکی از دلایلی که باعث میشه دانش آموز دوست نداشته باشه و درس رو نخونه، اصلا ببینید با ساختار درس رابطه نمیتونه بگیره. من سال ولی اینا همشون وزن دارن. آره. آره. یعنی مثلا من میخوام بگم، مثلا من میگم اگه بخوایم وزن معلم رو بگیریم خیلی سنگینه.
بله یعنی مثلا من میگم بله یک سری مثلا اصول داره که اصلی ترین اصولش معلمه. چرا؟ چون همون معلم یه دونه سمبولیه برای دانش آموز که اگه شما دوستش داشته باشی میشه اصلا الگوی محوری که چجوری از اون معلم پیروی کنی، حتی رفتارش، حتی صحبتاش، حتی کارهایی که ریز برخورداش هم بعضی از دانش آموزا من دیدم که طبق معلمن. یا مثلا معلم یه لفظی داره مثلا اینجوری میگه بشین و همه دانش آموزا مثلا وقتی میخوام پیش هم دیگه میگم بشین اینجوری به لحن معلم. معلم ها رو خیلی میگیرن. آره ولی من چرا نشستم؟ اینا همه صحبتایی که دوستان گفتن رو من قبول دارم ولی نشستم، چون تو مواردی که مثلا حالا تدریس کردم تو مدرسه خیلی چیزای متضاد دیدم، هم در رابطه با خودم هم در رابطه با بقیه. ببینید یعنی من حتی ببینید تجربه داشتم اینکه دانش آموز من مثلا فرض کنید سال 12 بوده، به عمرش حتی مثلا یک بارم طرف مسجد و هیئت نرفته ولی مثلا پیام داده خانم مثلا میرید کجا میرید که بیاد، کسی که بیاد به خاطر علاقه دیگه. ولی آره قبوله، ولی خب درس رو نمیخونه میدونید اصلا کلا طرف درس نمیخونه. حالا دانش آموزی هم داشتید که اینو نگه دیگه درس رو. آره من خب یه معلم زیست داشتم بسیار خانم خوبی بود، خب هم خیلی خوش برخورد بود، هم تحصیل کرده، هم فوق العاده با کلاس، مثلا زمان ما اون موقع فوق العاده با کلاس از هر جهت، ولی درس کلا زیست رو دوست نداشتم و 50-50 فقط میخوندم که پاس کنم مثلا درس رو بره. عزیزم آره سلام. تو تلاش کردم یاد بگیرم اصلا ولی نشد. نمیتونم. ایشون اوشون خیلی خوشحال شدن ازش داشتن. سلامت باشید. من واسه من صحبت کردم. گوش دادم حرفاتو. مثلا خورده. گوش داده بشه. نه گوش دادم. واقعا باز هم گوش میدم. واقعا گوش بدید. شما هم همینطور دادم. آره. بگوش یعنی هم حرفی که تو دلته رو بگوش، هم حرفای بقیه رو بگوش.